فریبا خاتمی بازیگر و مدل قبل از انقلاب که عاشق مینی ژوب بود. فریبا خاتمی در سال 1322 در زنجان متولد شد. بعد از تحصیلات متوسطه در 19 سالگی بعد از ترک شدن از طرف خانواده به علت عدم تقیدات مرسوم جامعه با بازی در فیلم‌های تبلیغاتی فعالیت هنری خودش را شروع کرد و در اوایل سال 1334 فیلم سن و خاله به کارگردانی صابر رهبر از ایشون به نمایش در اومد. تو این فیلم با سه تفنگدار معروف فیلم‌های کمدی اون زمان محمد متوسلانی، گرشا رئوفی و منصور سپهرنیا هم بازی بود. بعد از اون در فیلم‌های چون شانس بزرگ، مراد و لاله، دزد بانک، نخاله قهرمان، ولمعتلی، میلیونر فراری، آقا دزده، زنی به نام شراب، سرسخت، بازی شانس، خطاکاران گرفتار و بسیار فیلم دیگه بازی کرد. و آخرین فیلمی که در اون ایفای نقش کرد تو سال 1355 و فیلم انترمنتر بود و بعد از این فیلم تو هیچ فیلم دیگه ظاهر نشد و علت بازی نکردن ایشونو از زبان خودشون میشنویم. لطفاً تا پایان این ویدیو با همراه من باشین تا با فریبا خاتمی بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران بیشتر آشنا بشیم. من فریبا خاتمی متولد 1322 در زنجان و بزرگ شده در خیابان امیریه کوچه گنجه‌ای هستم. من 22 سالم بود که وارد عرصه بازیگری شدم. آخرین فیلمی که تو اون نقش آفرینی کردم بیوه‌های خندان در کنار زنده یاد فردین، خانم تهمینه و خانم ژاله اولوف بود که البته من تا نصفه های فیلم بازی کردم و بعد با سرهنگ دوم امیر منصور خدایار، برادر ناصر خدایار، گوینده تلویزیون و رادیو ازدواج کردم و همراه همسرم به کرمان رفتیم. تو کرمان دختری به دنیا آوردم به اسم نیلوفر که خیلی دوستش داشتم. نیلوفر دخترم خودکشی کرد. 12 ساله بود که از لوزان به ایران اومده بود و توی مدرسه توی لوزان درس میخوند. برای تعطیلات به تهران اومد. اون زمان من از همسر اولم جدا شده بودم و با منصور رفعت که استاد من بود آشنا شدم و ازدواج کردیم و قبول این ازدواج برای نیلوفر سخت بود. من فکر نمی کردم که نیلوفر اینطوری با ازدواج من برخورد کنه و خودکشی کنه، ولی خودکشی کرد و من موندم و این قصه و تنهایی. من هرگز از مسیری که طی کردم ناراضی نیستم و حدود 30 سال کار کردم، ولی دلم برای دوربین و سینما تنگ شده و دلم میخواد دوباره کار کنم و تو فیلم بازی کنم. یکی دو مورد برام پیش اومده که به هم پیشنهاد شده که نقش مادر رو تو فیلم بازی کنم، ولی متاسفانه به علت پادرد شدیدی که دارم قبول نکردم. ولی هنوز امیدوارم این مشکلم برطرف بشه و دوباره جلوی دوربین برم. من از بچگی به بازیگری علاقه داشتم. یادم میاد اون موقع که ما به دبیرستان می رفتیم، همه دخترای دفترچه خاطرات برای خودشون داشتن که یه سری سوال توش بود و ما باید به اون سوالا جواب میدادیم. و سوالاتی از این قبیل کرده بودن که چه کاره می‌خوای بشی، کجا دوست داری زندگی کنی. هر وقت دوستانم دفترچه خودشونو به من میدادن که بنویسم، تو سوال این که چه کاره می‌خوای بشی رو می‌نوشتم هنرپیشه. البته خیلی هم دوست داشتم بازیگر تئاتر باشم که هیچ وقت برام پیش نیومد. من تو خیلی از فیلم‌ها نقش مقابل آقایان بهروز وثوقی، فردین، سعید راد، ناصر ملک مطیعی، بیک مانوردی رو بازی کردم و با هر کدوم که بازی می‌کردم خاطره ای خوش ازشون دارم و کلی دلتنگ دیدنشون هستم و هیچ وقت فراموششون نمی‌کنم. تو این سالا که من از صحنه و بازیگری دور بودم، آقای ناصر ملک مطیعی و خانم پوری بنایی، خانم ایرن و آقای وحدت با من در ارتباط بودن و خیلی نسبت به من لطف داشتن و به من سر می زدن. از نظر من یک بازیگر خوب باید سناریوی خوب داشته باشه تا بتونه خوب بازی کنه. بازیگر خوب کسیه که با احساس و عواطفش بازی خودش رو جلوی دوربین ببره و اون نقش و سناریو رو درک کنه. به نظرم فیلم نامه خیلی مهمه، ولی از اون مهمتر بازیگریه که بتونه تو قالب نقشی که بهش میدن فرو بره و تو اون زمان بشه شخصی که تو داستان هست. برم خون خرابت میکنیم قوقلق، یه هفته آبت میکنیم قوقلق، بی حال و حواست میکنیم قوقلق. من هیچ وقت سهم خودمو از بازیگری نگرفتم. من به بازیگری ادامه ندادم چون ازدواج کردم و بعدم نیلوفرمو از دست داده بودم و حال روحی خوبی نداشتم.
من اگر به عقب برگردم و یا حتی بمیرم و دوباره متولد بشم، دوباره و دوباره هنرپیشه خواهم شد. روزی که فیلم هنرمندی اکران میشه و مردم از اون فیلم استقبال خوبی داشته باشن و مورد توجه و محبوب مردم باشه، این تولد یک هنرمنده. بازیگری برای من خیلی جذاب بوده و هست. نوعی زندگی بوده. تو فیلم رضا موتوری نقش فرنگیس رو بازی میکردم. تو فیلم شکوفه‌های امید که آقای رضا صفایی کارگردان این فیلم بودن، بازی خودم رو تو این دو فیلم خیلی دوست دارم. و در فیلم با شرف‌ها در کنار جمشید مشایخی و فیلم اخم نکن سرکار با زنده یاد ناصر ملک مطیعی، دزد سوم با آقای سعید راد و خیلی فیلم‌های دیگه که الان ذهنم یاری نمی‌کنه که از اونا اسم ببرم. در حال حاضر شرایط جسمانی من خیلی خوب نیست، چون به گفته دکترم نخاع من در بین ستون فقراتم گیر کرده و استخوان‌های ستون فقراتم دچار پوکی استخوان شده و با رعایت رژیم غذایی و دارویی خیلی بهتر شدم. قبلا تمام مدت تو رخت خواب بودم، ولی امیدوارم با دعای مردم و کمک خداوند دوباره سلامتیمو به دست بیارم و برم جلوی دوربین و کار هنری رو ادامه بدم. از نظر من بهروز وثوقی جزو قوی‌ترین‌های زمان خودش بود و نقش‌های مختلفی رو بازی کردن و کاملا در کاراکتری که بهشون واگذار شده بود فرو می‌رفتن. فکر زیبایی و این چیزا نبودن. کاملا سناریو رو درک می‌کردن و من که فیلم رضا موتوری رو باهاش بازی کردم، می‌دیدم که بهروز سناریو رو خیلی تمرین می‌کنه و همینطور که راه می‌رفت دیالوگ‌ها رو با خودش تکرار رو تمرین می‌کرد. به نظرم هنرپیشه خیلی قوی بود و دلم می‌خواد که از ایشون فیلم‌های بیشتری درست بشه و کار بیشتری ارائه بدن، چون من خیلی دوستشون دارم و تمام ایران دوستشون دارن. من حدود 25 فیلم بازی کردم که در همه اونا نقش اول رو ایفا کردم و آخرین فیلمی که بازی کردم اخم نکن سرکار بود. این فیلم آقای امیر شروان کارگردانی کرده بودن و آقای ناصر ملک مطیعی زنده یاد آقای میری در این فیلم بازی کردن. همه خاطرات من از سینما شیرینه. یادم میاد ما داشتیم میرفتیم برای فیلم برداری یکی از فیلم ها که الان اسمشو به خاطر ندارم، ولی یادم میاد قرار بود با آقای سعید راد بازی کنم. عباس آباد شمال بودیم و باید از یک کوه بالا میرفتیم تا به یه چشمه آبی میرسیدیم و قرار بود اونجا فیلم برداری بشه. داشتیم میرفتیم که آقای عباس شباویز کارگردان این فیلم گفتن چند دقیقه بشینیم و استراحت کنیم. من نشستم و از سامسونیتی که دستم بود سیبی در آوردم و پوز کندم و دادم به سعید راد. سعید راد همیشه میگفت من فریبا خاتمی رو خیلی دوست دارم، چون به من سیب داده خوردم. من با سعید را دو یا سه فیلم بازی کردم، ولی فکر کنم آدرس منو نداره که تا به حال به من سر نزده. به نظر من خوشبختی یک پلان و یک مورد نیست. خوشبختی عبارت از رفاه داشتن و درس خوندن و تو جامعه بودنه، ازدواج موفق داشتنه، بچه دار شدن و تربیت خوب بچه هاست. همه اینه دست به دست هم میده و یه خانواده خوشبخت میسازه. از نظر من بهترین کارگردانی که باهاش کار کردم و بسیار راضی هستم از ایشون آقای مسعود کیمیایی هستن. کارگردان بسیار ورزیده و موفقی هستن. اولین باری که جلوی دوربین رفتم احساس می‌کردم حتما مشهور میشم، چون خیلی علاقه داشتم. و الان هم میگم اگر تناسخ و اندر تناسخ و اندر تناسخ بشه، دوست دارم باز هم هنرپیشه بشم. من 12 سال با 25 فیلم سابقه کار هنری دارم. سرگرمی های این روزای من کتاب خوندن و دیدار با دوستان و خواهران و اقواممه. با رادیو و تلویزیون سرگرمم. پیاده روی میکنم و یکی دو ساعت هم دیوان شمس و دیوان حافظ رو میخونم. توصیه من به جوانانی که علاقه دارن وارد عرصه بازیگری بشن اینه که اول خوب درس بخونن و دوره تئاتر و سینما رو تو دانشگاه بگذرونن و با آگاهی بیشتر و مسلط‌تر به کار بازیگری وارد این هنر بشن. و برای همه آرزوی موفقیت میکنم. با آرزوی سلامتی و آرامش برای خانم فریبا خاتمی. یکی عرض میکنیم خدمت خانم فریبای عزیز از افتخارات سینمای کشورمون در کنار خانم پوری بنایی که همیشه واقعا همه رو شاد کرده، دل همه رو به دست آورده، شده که سالم باشی. مبارک باشی انشالله. مرسی که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. اگه تا به حال عضو کانال ما نشدین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم لمس کنین تا از پستای بعدی ما هم با خبر بشین و لطفا نظراتتون رو در مورد این ویدیو برای من کامنت کنین.